سلام به متعلمین انگلیسی خصوصی کامیاب. من همت الله محمدی هستم، استاد انگلیسی شما. با یکی از درس‌های جدید زبان انگلیسی در خدمت شما هستم. قسمی که می‌فهمین امروز بخواهید درس خود از صفحه چند شروع می‌کنیم؟ از صفحه 57 کتاب ما. در صفحه 57 کتاب ما یک بخش کانورسیشن وجود داره. میریم با هم می‌خونیم، می‌شنویم، گوش می‌کنیم، دوباره برمیگردیم. با ما باشیم. کانورسیشن یا محاوره. در محاوره امروز سلما و سمیرا با همدیگه محاوره میکنن. ما بر شما ترجمه میکنم تا بفهمیم که امروز سمیرا و سلما بین همدیگه چی گفتگو کردن و به انگلیسی در مورد چی گپ زدن، تا بعضی از کانورسیشن یا محاوره را به انگلیسی چی کنیم یاد بگیریم. خب در اول سلما از سمیرا پرسان میکنه که Hi سمیرا، how are you؟ سلام سمیرا، چطور هستی؟ سمیرا در جواب میگه Hi سلما، thanks a lot، I'm fine. سلام سلما، بسیار زیاد تشکر، من خوب هستم. سلما دوباره از پیشش سوال میکنه که Are you missing school؟ آیا پشت مکتب دق نشدی؟ سمیرا از پیشش برش میگه که Yes، I'm mostly missing my classmates. بله، طبعا من همسینفیای خود را بسیار زیاد پشتش دق شدیم. سلما از پیش پرسان میکنه که Are you studying in these days؟ آیا در این روزها هم درس میخونی؟ سمیرا میگه Yes، I joined a winter English course. بله، من در یک کورس انگلیسی زمستانی هستم. سلما برش میگه که Good luck، You are using your time in a good way. چانس خوب، تو وقتت در راه درست استفاده میکنی. خب قسمت پایانی کانورسیشن یا محاوره ما چی است؟ Let's practice. بیاین که تمرین کنیم. البته این کارخانگی شما میباشه. دوباره برمیگردیم به ویدیو و میبینیم که در ویدیو کدام درس را پیش میبریم. خب دوستای عزیز، دوباره خوش آمدین. درس خود به خیر از صفحه 57 به اون طرف ادامه میدیم. بعد از صفحه 57 کتاب ما، صفحه 58 کتاب ما است که در صفحه 58 کتاب ما ordinal number میخونیم. ordinal number، عنوان ما چی است؟ ordinal number. ordinal number به چی گفته میشه؟ ordinal number به نمراتی گفته میشه که موقعیت نشان میده. خب به انگلیسی چه قسم تعریف میکنیم؟ میگیم که، متوجه باشین، خب در زبان انگلیسی ordinal number چه قسم یک تعریف داره؟ در صفحه 58 کتابتون متوجه باشین، میگیم که ordinal numbers are those numbers that shows the position of something in a list. یعنی موقعیت یک چیزی را در یک لیست نشان میده. موقعیت یا چه قسم براتون بگویم که موقعیت مکانی یا پوزیشن نشان میدن، یعنی یک نفر در چی یک موقعیت مکانی قرار داره. مثلا در صنف شما اول نمره است، دوم نمره است، سوم نمره است، یعنی اول، دوم، سوم. این میره به انگلیسی ordinal number میگن. خب حالا به زبان انگلیسی ordinal number ها کدام هستن؟ ordinal number ها رو متوجه باشین. First یعنی اول، second یعنی دوم، third یعنی سوم، فورد یعنی چهارم، ففت یعنی پنجم، سکس یعنی ششم، سیونت یعنی هفتم، ایت یعنی هشتم، نایند یعنی نهم، و تند یعنی دهم. از اون بالاترش هم میخونیم ولی فعلا تا همین ده یاد داشته باشین کفایت میکنه. خب به همین شمارش ها چی گفته میشه؟ ordinal number گفته میشه. خب دوستای عزیز، درس امروز ما اینم قبول. خدا کنه از درس امروز ما چیز یاد گرفته باشه. اگر کدام انتقاد، پیشنهاد و یا هم کدام سوالی داشتین، کدام مشکلی داشتین، میتونین به گروه های واتساپ ما ارسال بکنین و ما مشکلات شما را رسیدگی میکنیم. تشکر.